تمرین کنندگان فالونگونگ در اروپا، آسیا و آمریکا دوازدهمین سالگرد بزرگترین تظاهرات آرام در طول 20 سال گذشته چین را برگزار کردند. سه ماه پس از تظاهرات 25 آوریل 1999 سرکوب خشن شروع شد و حزب کمونیست چین دستگیری و شکنجه تمرین کنندگان فالونگونگ را آغاز کرد. بسیار از تمرین کنندگان فالونگونگ هنوز در حال شکنجه شدن هستند و این قضیه آزمونی برای ارزیابی وجدان تمامی انسان هاست. در 25 آوریل 1999 بیش از ده هزار تمرین کننده فالونگونگ در نزدیکی مقر حکومتی حزب کمونیست در پکن تجمع کردند. چند روز پیش از آن پلیس دوازده نفر از تمرین کنندگان را در نزدیکی تیانجین دستگیر کرده بود تنها به این دلیل که برای دادخواهی علیه مقالات رسانی دولتی که به تمرین معنوی آنان تهمت زده بود رفته بودند و وقتی سایر تمرین کنندگان درخواست کردند که آنان آزاد شوند مسئولین محلی به آنان گفتند که برای فرجام خواهی به پکن بروند و آنان نیز بدین دلیل به آنجا رفتند من مردم را در آن روز دیدم بعضی ایستاده و برخی نشسته بودند هیچ شعاری شنیده نمیشد هیچ کسی پرشمی به دست نداشت همه چیز کاملا آرام و منطقی بود در مدت فرجام خواهی پنج تمرین کننده با جون رونگ جی نخست وزیر وقت ملاقات کرده و درخواست کردند که محیطی قانونی برای ادامه تمرین خود داشته باشند این ملاقات حسن نیت فالونگونگ را نشان می, می دهد. ملاقات جو با تمنیم کنندگان فالونگونگ گواهی این مطلب بود که آنان از هیچ قانونی تخلف نکرده بودند. فرجامخواهی روز 25 آوریل با آرامش خاتمه یافت. اما رئیس وقت حزب کمونیست جیانگ زمین علیه این تمرین معنوی اعلان جنگ داد. چند ماه بعد رژیم کمونیست شکنجه گستردهی را به راه انداخت. که تا امروز نیز ادامه دارد. مرکز اطلاعات و اخبار فالانگونگ بیش از سه هزار مرگ ناشی از بدرفتاری و شکنجه را به ثبت رسانده است اما این تمرین کنندگان فالانگونگ امیدوارند که با بالا رفتن آگاهی مردم شکنجه و آزار به زودی خاتمه یابد